به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. انوای وحی. وحی رسانی خداوند به پیامبران به سه صورت بوده است که در قرآن هم به آن اشاره شده است. نوع اول، یک قسم از وحی سخن گفتن مخفی و بدون واسطه خداوند با پیامبر است. نوع دوم، وحی از پشت پرده، یعنی من ورای حجاب، همان گونه که خداوند از طریق درخت با موسی سخن گفت. موسی به آن آتش نزدیک شد، از جانب وادی ایمن در بارگاه مبارک از آن درخت صدا رسید که ای موسی، من خدا و پروردگار جهان هستم. نوع سوم، وحی توسط جبرئیل. در این نوع از وحی ارتباط خداوند با پیامبران به وسیله جبرئیل بوده است. پس بنابراین یک نوع از وحی خداوند با پیامبر توسط جبرئیل بوده است. خود این نوع وحی به چند صورت تحقق یافته است، اما گاهی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صدای فرشته را می شنید اما خود او را مشاهده نمی کرد، یعنی گاهی جبرئیل وحی را بر قلب پیامبر القا می نمود. بعضی از اوقات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل را به صورت مشاهده می کرد، اما این نوع از وحی بیش از دوبار نبوده است. یکی در آغاز وحی در کوه حرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل را به صورتی دید که مشرق و مغرب را پر کرده بود و از مشاهده او بیهوش شد. پس جبرئیل به صورت یکی از مردم درآمد، او را به آغوش گرفت، پس آن حضرت به هوش آمدند. مرتبه دوم هم به تقاضای آن جناب بود که از جبرئیل خواست که او را به صورت واقعیش ببیند. جبرئیل عرض کرد طاقت مشاهده نداری. فرمودند آن را دوست دارم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شبی مهتابی جبرئیل را به صورت واقعیش دیدند. گاهی جبرئیل به صورت انسانی زیبا برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر می شدند. در موقعی که به صورت انسانها تمثل پیدا می شد، گاهی به زیبایی بر پیامبر گرامی اسلام نازل می شدند. در روایتی می خوانیم ان جبرئیل کان صورت الدحیه الکلب نازل من یعاتی النبی صلی الله علیه و آله فی صورت الدحیه الکلب. دحیه الکلبی چیست؟ در تاریخ در احوالات دحیه الکلبی گفته شده است که او برادر رضایی پیامبر گرامی اسلام بود و از زیباترین مردم آن زمان محسوب می شد و هنگامی که جبرئیل به سراغ پیامبر گرامی اسلام می آمدند، او از مشاهیر صحابه پیامبر آمد، در آن چهره نمایان می شد و به حسن صورت معروف و ضرب المثل بود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم او را به عنوان سفیر پیش قیصر روم فرستاد تا زمان خلافت معاویه زنده بود. همچنین گفته شده است که او در جنگ احد و غیر آن حاضر بوده است و ابن عباس گفته است وقتی که دحیه به مدینه آمد کسی همانند او نبود. حال این سوال مطرح می شود که آیا از نظر فلسفی و علمی جبرئیل به صورت انسان، یعنی دحیه الکلبی، بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است؟ همانطوری که می دانیم در جواب گفته می شود که فرشتگان از جمله جبرئیل موجود مادی و جسمانی نیستند تا دیده شوند. پس بنابراین نزول جبرئیل
نزول جسمانی و به صورت تجافی، یعنی رفتن موجودی از مکانی به مکان دیگر نبوده است، بلکه باید گفت به صورت تمثل، یعنی ظاهر شدن فرشته به صورت انسان بوده است. چون نزول جبرئیل، تمثل او به صورت انسان در ظرف ادراک و وعای ذهن پیامبر بوده است و این هیچ گونه مشکلی ندارد. البته تمثل جبرئیل به صورت انسان خاصی اینجور نبوده است که جبرئیل حقیقت خیش را از دست بدهد و انسان شود و آنگاه بر پیامبر نازل شود. در جریان حضرت مریم هم جبرئیل به صورت انسان نازل شدند. لذا علامه طباطبایی در این باره می فرمایند معنای تمثل فرشته برای حضرت مریم ظهور و جلوه او به صورت بشر برای مریم نبود، نه اینکه حقیقت جبرئیل عوض شود و فرشته انسان شود. جبرئیل در ظرف ادراک مریم به صورت بشر جلوه کرد، نه در واقعیتی که جبرئیل بود، یعنی مریم آنچنان مشاهده کرد که انسان شده باشد. پس از آنکه جبرئیل به صورت دهیه کلبی بر پیامبر نازل شد، هیچ گونه اشکال علمی وجود ندارد، چون در موقع نزول جبرئیل به صورت دهیه کلبی هیچ گونه قلب و انقلابی صورت نگرفته است. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکس مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.